دیم خدمت شما تقدیم خواهیم کرد از حوزه سلامت طب سنتی یا قلی هم تشریف دارن تا حوزه گل و گیاه و بخشای کارشناسی و از جمله اون بخش خیلی پرطرفدار برنامه بخش آشپزی. شیراز رو میگن ناز واسه آفتاب جنگش، ولی میگن آش انارش هم خیلی دلچسبه. سید مهدی حسینی عزیز، این جوان کاربلد و مؤدب، خدمتش خوش آمد. ممنونم جناب بی‌نیاز. رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت، میانش مغفرت و انتهایش رهایی از آتش دوزخ است ان شاء الله. به نام خدای رمضان، عرض سلام و ادب و احترام تقدیم به همه شما هموطنان نجیب، دوست داشتنی و صمیمی و یار همیشگی این برنامه. خیلی خوشحالم که در این ماه مبارک دوباره توفیقی پیدا کردم که در کنار همه دوستان و زحمتکشان، علی‌الخصوص جناب بی‌نیاز که خشم. مدتی بود ارادت نداشتم خدمتشون، مهمان بشیم سفره‌های افطار رو و همینطور نگاه گرم و پر از مهر و محبت شما هموطنان عزیز رو. امروز گفتن جناب بی‌نیاز غذای ما دستور داده بودن، شما خواسته بودید و این برنامه این امکان رو به وجود آورد که سری بزنیم به یکی از آش‌های خوشمزه ایران. ما در ایران جناب بی‌نیاز آش‌های فراوانی رو داریم و این نکته هم بگم که در فرهنگ آشپزی ما ایرانی‌ها آش یک غذای کامل به حساب میاد که این روزهای مقدار کمتر بهش پرداخته میشه. این هم میگم به چه دلیل غذای کامل هست، به خاطر اینکه ما از تمام هرم غذایی در این آش داریم استفاده میکنیم: حبوبات، چربی‌ها، سبزیجات، پروتئین‌ها و شیر و لبنیات. پس این غذای کامل که محلی است. که در واقع ما توی خونه به پخت و پز میپردازیم، اسمش رو گذاشتیم آشپزخانه، یا در واقع این هنرفن رو گذاشتیم اسمش رو آشپزی، معناش اینه که خب به قول شما آش‌های متعددی داشتیم. حالا علی خصوص که این آش اناری که جناب علی امروز اونم آش انار شیرازی رو می‌خواید آموزش بدین، فکر می‌کنم خیلی متوجه دوستان قرار بگیره. خواهش می‌کنم با اجازه شما اگر کمک خواستید ما در خدمت خواهش می‌کنم. برای این آش خوشمزه اون آش انار 1.5 پیمانه برنج احتیاج داریم که بهتر از برنج نیم دانه استفاده بکنیم به دلیل اینکه در این آش باید کامل پخته بشه. لپه نصف پیمانه احتیاج داریم که اون رو باید بپزیم حتما برای آشمون استفاده بکنیم. سبزی آش که دیگه همه هموطنان کاملا آشنایی به اون دارن 500 گرم احتیاج داریم. پیاز 2 عدد، یک عدد پیاز ما رو سرخ میکنیم و یک عدد پیازمون رو نگه میداریم. میگم کجا باید استفاده کنیم: به صورت رنده شده و ریز شده. اما گوشت چرخ کرده، عده گوشت رو در آش استفاده میکنن، اما بعضی از دوستان هم دوست ندارن گوشت باشه. گوشت سلیقه‌ای هست، میتونید در آش استفاده بکنید. اگر خواستید استفاده بکنید 300 گرم گوشت چرخ کرده کافی هست. اما چاشنی خوشمزه این آش ما آب انار هست. آب انار میتونه آب انار ترش باشه، میتونه آب انار شیرین یا ملس باشه. مهم اینه که آب انار رو استفاده بکنیم. اما ادویه‌های بسیار خوب و معجزه آسای ما که من به زردچوبه خیلی اعتقاد دارم، نصف پیمانه، پیمانه‌ای که ما در ادویه هامون استفاده میکنیم. گلپر ادویه بعدی هست که با انار خیلی ترکیب خوشمزه‌ای رو ایجاد میکنه و البته یه دلیل دیگه داره که میگیم چرا استفاده میکنیم: به مقدار دلخواه. شاید بعضیا در ابتدا میخوان این غذا رو بخورن بگن گلپر، اما استفاده بکنید مطمئن باشید که نتیجه میده. ولی من یاد آلوالو افتادم تو گفتی گلپر. خب با انار هم گلپر پایه اصلی انار است. نمک و فلفل هم که پایه ثابت اکثر غذاهای ایرانی و روغن. اما من رب انار و دانه انار رو هم آوردم که اونم خدمت بینندگان عزیز در خلال برنامه میگم. مهدی جان چرا از خود انار استفاده نمی‌کنی، از دونه‌های انار؟ خب ببینید، هر شهری که انار داره آش انار رو قطعاً جز غذاهاش قرار میده، به دلیل اینکه انار میوه بهشتی است، سفارش شده در قرآن. فقط من میخوام بگم یه خاصیت کوچیک انار رو بگم که خیلی زمان از دست ندیم. یکی از کوچکترین خاصیتاش که من کمترین میدونم این هست که روایت داریم هر کس انار رو بخوره معده اون و روح اون از صفات شیطانی، یعنی امراض، صفات شیطانی که از امراض بهش نام برده میشه، در امان میمونه، چون خون رو رقیق میکنه و کمک میکنه که غذا به تک تک سلولهای ریز و درشت بدن ما برسه. این کمترین خاصیتش بود، خودتون میدونم میرید پیدا میکنید خاصیتش. خود چشمه امروز اصلا هست دیگه توی برنامه آقای یارقلی عزیز امروز، یا حالا یه وقت دیگه راجع به انار برای ما صحبت. حتما. خب بریم سراغ آشمون. ببینید آش ما جناب آقای بی‌نیاز آش پایه است. میخوای من اذیتت کنم؟ یعنی کلا من در خدمت شما، اگر افتخار بدین بریزم عذر و کمک افتخار بدین در خدمتتون باشیم که باعث افتخار من است در کنار شما اصلا درس پس بدم. خواهش میکنم. چند تا نکته است. میدونم که همه بلدید آش رو چجوری درست میکنید، اما اتخاذ کردن این نکات ریز توی آشپزی هست که کمک میکنه بعضی از غذاها با دستپخت یه سری از افراد منحصر به فرد بشه.
گفتیم ابتدا باید یادمون باشه لپه رو بپزیم. چرا جناب آقای بی‌نیاز لپه رو باید ابتدا بپزیم؟ چون لپه قضیه طول میکشه. نه خیر. به دلیل اینکه معمولاً برنج رو با لپه ما توی آش یا سوپ استفاده می‌کنیم، لعاب برنج باعث میشه که لپه ما نپزه و گاهی وقتا فکر می‌کنیم این لپه خوبی نبوده که سفته بعد از 2-3 ساعت پخته شدن هنوز سفته. تاثیر برنج پس. تاثیر لعاب برنج. این یه نکته غذایی امروزمونه که ان‌شاءالله از این بعد لحاظ کنیم. لپه رو می‌ریزیم داخل آب، یه مقدار زردچوبه از اون نصف پیمانه که داشتیم، یک مقدار نمک به لپه‌مون اضافه می‌کنیم. خب من لپه رو قبلاً پختم. یک کفگیر دیگه بردارم چون جناب بی‌نیاز امروز قصد ندارم به ما کمک کنم. چرا دیگه اومدم برای همین. این کمک کردن به تنبیه کردن. این سوالای سخت هم داشتی آقای بهادری‌فر هم تشریف دارم. بله آقای بهادری‌فر که آشپزی. افتخار ما هستن. خب لپه رو گفتیم می‌ریزیم، بهش کمی زردچوبه و نمک اضافه می‌کنیم، نیم ساعت اجازه میدیم لپه ما پخته بشه. خب حالا که داره لپه ما نیم ساعت پخته میشه، اولش لپه رو اگه می‌پزیم یه کفی داره، ما این کفو جدا می‌کنیم، برمی‌داریم می‌ریزیم دور. بعدش نوبت بعد از نیم ساعت که لپه دیگه تقریبا پخته شده، نوبت اضافه کردن برنجمونه جناب آقای بی‌نیاز. در مورد لپه بگم که نیاز به خیس کردن خیلی زیاد نداره. یادتون باشه لپه جزء حبوباتی هست که یک مقدار نفخ داره و نفخ اون در اثر چند دقیقه خیس شدن از بین میره. خب نیم ساعت لپه گذشته بود، به اون درجه از پختی که ما می‌خواستیم رسیده، برنج رو بهش اضافه می‌کنیم. کمی هم نمک داشتیم، زیر گازمون رو زیاد می‌کنیم و اجازه می‌دیم که این برنج به همراه لپه به قول ما آشپزا بزنه تو سر کله خودش رو شروع بکنه به پختن. کاری هست من انجام بدم؟ خواهش می‌کنم، من در خدمت شما هستم. سبزی رو هم که من اینجام که از انرژی خودم کمک کنم. همین که شما با انرژی میدین کافیه. منم اینقدر پر انرژی دارم میرم از لطف حضور شماست. سبزی آش رو هم که میدونید همون سبزی آش معروفی است که خودتون استفاده میکنید، خردش میکنیم و آماده میذاریم باشه. در مورد اضافه کردن سبزی یادمون باشه، تو غذاهایی که دلمون میخواد هم غذامون خوشمزه باشه، هم پروتئین اون موادی که داریم استفاده میکنیم کامل حفظ بشه، سعی کنید سبزی رو نیم ساعت آخر طبخمون بریزیم. این غذا خیلی زمان کار خاصی نداره. ما پیاز یه دونه از قبل سرخ میکنیم، یه دونه رنده کرده آماده میذاریم. اگر دوست داشتید میتونید همین الان که برنجمون با لپه داره میپزه، مقداری از این پیاز سرخ کرده رو بهش اضافه بکنید، مقداری هم برای آرایش روی آشمون استفاده میکنیم آخر سر. اما میایم سراغ گوشتمون. جناب بی‌نیاز در مورد گوشت این نکته خیلی مهمه. میدونم که همتون میدونید بعضیا گوشت رو همینطوری قلقلی میکنن میندازن داخل آشمون. نه، این باعث ترک خوردن گوش میشه، بوی زخم گوش نمیره. خواهشی که ازتون دارم اینه، یه پیاز رنده بکنید، گوشت رو با اون مخلوط بکنید، کمی زردچوبه، نمک و فلفل به اون اضافه بکنید، یه چند دقیقه ورزش بدین، چند دقیقه هم بهش استراحت بدید. بعد به این صورت که من آماده کردم قلقلیش میکنید و داخل مایتابه می‌ریزید. یه مقدار روغن داخل مایتابه کافی است، به دلیل اینکه گوشت چرخ کرده خودش چربی داره، پس از روغن زیاد استفاده نکنید. برای اینکه گوشت ما خیلی بهتر در بیاد، روغنمون که یه خود گرم شد، یه مقدار آبم به تاومون اضافه می‌کنیم که گوشت ما هم در روغن تف خورده باشه، هم داخل آب یه مقدار پخته شده باشه. خب مبنا رو برای این می‌ذاریم که لپه و برنج ما پخته شده، نیم ساعت مونده به زمان سرومون، سبزی رو اضافه می‌کنیم و کامل می‌ذاریم که اینا با هم دیگه قل بزنن و بجوشن. یه نکته در مورد اضافه کردن آب انار هست. خواهش میکنم در مورد اضافه کردن آب انار یادتون باشه 10 دقیقه آخر غذا، زمانی که 10 دقیقه بعد میخواین غذا رو سرو کنید، آش جا افتاده، همه چیش آماده شده، نوبت اضافه کردن آب اناره. من گوشت رو قبلا تف دادم. مبنا رو بر این میذاریم که مواد ما داخل قابلمه زمان منحصر به فرد خودش رو طی کرد و به غلظت کافی رسید. الان آبش هم اندازه است. 10 دقیقه مونده غذا رو سرو کنیم. 3 پیمونه از آب انار اضافه میکنیم. این آب انار ملسه ترش؟ این آب انار ملسه. اگر آب انار ترش داشتین با یه خود شکر میتونید اون رو شیرین کنید. اگر احیانا آب انار نداشتید، از رب انار رقیق استفاده بکنید، نه رب انار غلیظ، چون رنگ آشتون هم تیره میکنه. پس برای اینکه آشتون رنگ خوشمزه تری هم داشته باشه، از آب انار استفاده میکنیم. خب لپه و برنج و نمک و فلفل و زردچوبه و کمی پیاز، اگر نعنا داغ هم دوست داشتین، یه ذره نعنا داغ با گوشت و سبزی اضافه کردیم. 10 دقیقه مونده به آخر اینکه غذا رو سرو کنیم، چاشنی آب انارمون رو اضافه میکنیم، زیر اون رو کم میکنیم و میذاریم کامل کامل قلای ریز بزنه. اصطلاح آشپزی شما خودتون میدونید که به روغن افتادن یا جا افتادن آشمون برسه. فوق العاده خوشمزه است آقای بی‌نیاز. به همین راحتیه پایه اولیه آش هامون، فقط با اضافه کردن چاشنی آب انار. بله مهدی جان خیلی ممنون. گفتن آقای بی‌نیاز دست درد نکنه، من آش دوست ندارم، واسه خودت بپز، پلو خوبه پلو. بعد هم فرمودن که لطفاً بگید از هر نوع سبزی چند گرم استفاده کنیم. اینو خواهش می‌کنم کوتاه پاسخ بدید. اینو اجازه بدین آخر برنامه. آخر برنامه. خب اتاق فرمان
با ادامه برنامه خدمت دوستان هستیم با اجرای همکارم خانم رفت.